الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعضاه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که انسان برای تأمین خوشبختی خودش و رسیدن به سعادت باید نیازهای معقول و حقیقی و منطقی ابعاد مختلف خودش رو تأمین بکنه و عرض شد که انسان دارای بعد حیوانی هست و بعد انسانی. لذا باید هم مسائلی رو هم ابعاد و چیزهایی رو که مربوط به جنبه حیوانیش هست بشناسه تا بتونه تأمین صحیحی بکنه و هم باید ابعاد روحانی خودش رو بشناسه تا در مورد تأمین سعادت روحانی خودش و تأمین سعادت حقیقی خودش موفق باشه. گفتیم که 5 اطلاع کلی باید انسان داشته باشه. یکی اینکه جسمش رو بشناسه و یکی اینکه روحش رو بشناسه. سوم رابطه جسم و روح رو بشناسه. چهارم طبیعت رو بشناسه و پنجم رابطه بین خودش و طبیعت رو و نقشی که طبیعت در سعادت و شقاوت انسان داره شناسایی کنه، یعنی بدونه که با طبیعت باید چگونه ارتباط برقرار بکنه که خوشبخت بشه و از چه چیزهایی در برخورد با طبیعت باید بپرهیزه که منجر به تلخ‌کامی زندگی او نشه. خب در مورد وضعیت جسم باید ببینیم که آیا بشر تا به حال تونسته جسم خودش رو بشناسه یا نتونسته بشناسه. خب مسلم جواب منفی هستش، با اینکه بشر چندین هزار سال هستش که در مورد بدن مطالعه داره، تحقیق داره، فکر میکنه. تاریخ طب بشر چند هزار سال هستش که طولانی هست، ولی با اینکه بشر اطلاعات چند هزار ساله خودش رو جمع کرده و اکنون که بررسی میکنه میبینه جز اطلاعات اندکی در مورد بدن نداره حقیقتا، یعنی نتونسته بدن رو شناسایی کنه، طوری بشناسش که تمام عوامل مؤثر در سلامت بدن رو شناسایی کنه، بدانه و بیماری ها رو بشناسه، درمان رو بشناسه. نمیتونه طبیعت رو هم نشناخته که بفهمه که در طبیعت چه چیزهای حقیقتا مضر هست برای بدن و چه چیزهای مفید هست. مقداری تونسته از طبیعت رو هم بشناسه. تقریبا هر 2-3 هفته یک بار یک بیماری کشف میکنه بشر تازه. هر 2-3 هفته یک بیماری کشف میکنه. خب تازه بیماری وقتی کشف میشه یعنی چی؟ یعنی قبلا بشر اون رو نمیشناخته، حالا کشفش کرده. وقتی بیماری رو کشف میکنه سالهای سال، دهها سال طول میکشه تا این بیماری کاملا همه جهاتش شناخته بشه و آیا بشر واقعا بتونه درمان کنه یا نتونه. الان بسیاری از بیماری ها هستش که ده‌ها سال داره تلفات میگیره از انسان و انسان نمیتونه کاری براش بکنه. انواع سرطان ها، هنوز بشر واقعا راه حلی برای سرطان پیدا نکرده.
سرماخوردگی، آقا همین بیماری سرماخوردگی به این پیچ پا افتادگی واقعا همین بشر ندونسته که این سرماخوردگی چی هست اصلا و چه جوری برطرف میشه. به دوای قطعی پیدا نشده درش. بیماری های استخوانی، بیماری های ستون فقرات، بیماری های داخلی، بسیاری از بیماری ها هستش که بشر هنوز بعد از اینکه ده ها و صد ها سال هست داره تلفات میگیره از انسان، بشر هنوز موفق نشده که واقعا بیماری رو شناسایی کنه. بیماری های جدید هم داره اضافه میشه به مجموعه بیماری های انسان. مثلا همین ایدز الان تقریبا هر روز صدها نفر دارن بهش دچار میشن و هر روز صدها نفر دارن به خاطر ایدز کشته میشن، میمیرن، تند و تند داره تکثیر میشه و تند و تند داره میکشه. سالهای سال هم هست ایدز آمده، ولی تا بشر بخواد پیدا بکنه که این نحوه اداره این چگونه است و نحوه کنترل این بیماری چگونه هستش و نحوه درمانش چیست، خیلی سال طول خواهد کشید. و هنوز هم بیماری هایی هستش که بشر نمیشناسه و نسبت بهش جاهل هستش. واقعا بدن رو هنوز بشر نتونسته به خوبی شناسایی بکنه. بیماری های چشمی هست، بیماری های گوش هست، بیماری های حلق و بینی هست، بیماری های داخلی هست، بیماری های استخوانی هست، روماتیسم ها هست، خیلی هاش هست. بشر فقط با مداوا و طبابت صرفا یک تسکین ممکن است داره بعضی از بیماری ها بده و بعضی از بیماری ها رو که اصلا درمان نمیتونه بکنه. الان هم اعلام کردن قطعا ما نمیتونیم درمان کنیم، تمام شد، نمیتونیم، کاری نمیشه. که مثلا فرض کنیم یه نفر آرتروز داشته باشه، سایدگی و استخوان داشته باشه، میگن آقا این دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، فقط میتونید ورزش بکنید، با ورزش مثلا مقدار اون رو کاهش بدید دردتون بخوره یا مسکن بخورید و الا درمان شدنی نیست. انواع سرطان ها خدمتتون عرض کردم، بسیاری از چیزها هست که بشر واقعا توش مونده، نمیشناسه جسم رو که بتونه خوب درمان بکنه، داروها رو نمیشناسه. دارو تولید میکنه بشر برای اینکه جلوی بیماری ها رو بگیره، اما این داروها خودشون اعتراف کردن که در اصل نمیتونه یک بیماری رو خوب میکنن، خودشون میتونن منشأ انواع مرض ها باشن، انواع بیماری ها. حتی قدیم هم که داروها، حتی داروهای گیاهی مصرف میشد که کمتر به اصطلاح مضر هست، باز هم در طب قدیم ما داریم، حتی حدیث هم داریم از امیرالمومنین علیه السلام و سایر معصومین که تا میتونید دارو نخورید و در مقابل درد مقاومت بکنید، در مقابل بیماری مقاومت بکنید، دارو زود نخورید. چرا گفتن دارو زود نخورید و شما مقاومت بکنید که اینطور خوب بشه؟ به خاطر اینکه دارو ممکن است یه بیماری رو خوب کنه، اما بالاخره معجونی هستی که چه بسا برای چیز دیگه ای ضرر داشته باشه، برای قسمت دیگه ای بدن ضرر داشته باشه. مثلا طرف یه ناراحتی داره، انقدر بهش قرص میدن، انقدر بهش کپسول میدن، ناراحتیش که خوب نمیشه هیچی، بعد در اثر خوردن این قرص ها و کپسول ها مثلا زخم معده میگیره، زخم اسناشر میگیره، اومده مثلا خوب بشه، بعد از یه درمان مثلا 4-5 ساله دو تا مریضی هم بهش اضافه شده. وضعیتی هستش که الان حاکم هست پزشکی و طبابت انسان. این بدن واقعا بدن سیستم خیلی پیچیده‌ای داره. بدن انسان، هر یک انسان اعصابش رو وقتی روی هم بگذارن حدود 5 دور کره زمین میچرخه، مال یک انسان، اعصاب بدن یک انسان، فقط سیستم عصبیش رو. این بسیار پیچیده هستش و بشر خیلی خیلی حالا باید تلاش بکنه، ده ها و صد ها و هزاران سال باید تلاش بکنه تا به یه جایی برسه، به یه که بعد ما تونستیم مثلا قسمت اعظم بدن رو شناسایی بکنیم و حالا تا بخواد بشر به اونجا برسه خیلی طول میکشه. این وضعیت جنس فصلی نشناخته، چه چیزهایی براش خوب هست، چه چیزهایی براش بد هست. بیماری هایی هست که الان ارثی هست، بیماری های ارثی رو بشر به سختی میتونه باش برخورد بکنه چون ارثی هستش و درمانش کار راحتی نیستش. بسیاری از بیماری ها هستش که از
دوران جنینی بچه باهاش هست، اونجا مریض شده، ریشه در اونجا داره، ریشه در وراثت داره و الان کارش نمیشه که. مثلا بیماری هموفیلی که با خودش میاره، بیماری عرض کنم خدمتتون که کمخونی های شدید هستش الان میاد و هیچ کاریش هم نمیشه. بیماری قند هست الان مثلا کارش نمیشه کنه. یه داره که پیشرفت میکنه دیگه از دست پزشکا در میشه، میگن آقا باید پا قطع بشه، چشم باید درارن، دست باید قطع کنن که مثلا جلوی پیشرفت بیماری گرفته بشه. دیدم به جون من همین بیماری قند میکشه طرف. بیماری تالاسمی هست، تالاسمی ها خب میبینی که گرفتاری دارن و به راحتی خوب نمیشه و خیلی از مسائل دیگه. آقا این وضعیت پزشکی هستش که ما می بشر حالا مونده تا بدن رو شناسایی بکنیم. در رابطه با روح که اصلا کار جدی واقعا صورت نگرفته، تقریبا کار علمی و تجربی روی شناختن روح از قرن 18 هم شروع شده، دو سه قرن هست که دو قرن هست که کار داره میشه روش و قبلش هم بیشتر سلسله نظریات هستش دادن و کار جدی روی روانشناسی صورت نگرفته. اطلاعات بشر در مورد روح بسیار بسیار ناچیزتر از اطلاعاتش در مورد جسم هستش. اصلا شناسایی جدی روی روح بشر نداره، روی نفس. شما الان میبینید پیشرفته ترین کشورها در علوم، چه پزشکی چه روانشناسی، خودشون بیشترین آمار بیمار رو دارن، بیشترین میزان مصرف قرص و دارو در کشورهای پیشرفته هستش، بیشترین بیماری های روانی در اونجا هستش، بیشترین استرس ها، خودکشی ها، افسردگی ها در اونجا وجود داره. این وضعیتی هست که در طور روح هستش. رابطه این دوتا با هم چه هست؟ این هم یک داستان دیگری هست که قطعا بشر خیلی خیلی سال مونده تا بهش پی بره و شناسایی جدی روی رابطه، انواع رابطه جسم و روح نداره، جز مقدار مطالعاتی که تو این یکی دو قرن اخیر کردن. طبیعت رو حرف کردم، طبیعت رو واقعا بشر، طبیعت به این عظمت و میلیاردها عامل و موجود که همه اینها به نوعی در زندگی بشر تأثیر دارن، این رو بشر خب هنوز نتونست این طبیعت رو بشناسه. حالا دارن تلاش میکنن که یه شناسایی نسبت به طبیعت پیدا کنن و قطعا رابطه خودش با طبیعت رو هم نمیدونه. شما مثلا آخه بشر روی جهالتش زیاده روی میکنه در مصرف گازهای شیمیایی، بعد یه دفعه لایه اوزون پاره میشه. از کجا میدونی که لایه اوزون پاره میشه؟ حالا که پاره شده فهمیدن در اثر گازهای شیمیایی هستش، میخوام کنترل بکنم، میان کنترل نمیشه و دائم داره سرطان میگیره. از هر 60 نفر در استرالیا یه نفرشون سرطان میگیره و سرطان پوست میگیره، بعد هم اینها میمیرن خیلی هاشون. چرا؟ چون تابش لایه اوزون، لایه اوزون اونجا پاره شده، تابش اشعه ماوراء بنفش خورشید این سرطان ها رو ایجاد میکنه. همجنس بازی میکنن، نمیدونن که مشکلی ایجاد میکنه که همجنس بازی میکنن، بعد یه دفعه مثلا ایدز ایجاد میشه. زنا رو آزاد میگذارن، مثلا سوزاک و سفلیس و اینها آزاد میشه، ایجاد میشه این بیماری ها، هزاران و ده ها هزار کشته میگیره تا بشر تازه بفهمه چه اشتباهی کرده. بعدم باید چندین سال تلاش بکنن، چند ده سال تا مثلا جلوی سوزاک و سیفلیس و بیماری های مقاربتی و اینو بگیرن. حالا ده ها سال دیگه هم باید تلاش بکنن تا جلوی ایدز رو بگیرن و خیلی چیزهای دیگه. یعنی بشر واقعا اطلاعاتش محدود هستش نسبت به این چیزایی که عرض کردن، نمیشناسه حقیقتا. اعترافی هست که همه دانشمندان کردن. من حالا چند تا از اعترافات رو برای شما بخونم. یکی در مورد اینشتین. خب شما همه اسمش شنیدید، یه دانشمند کم نظیری هست، یه نابغه کم نظیر که داره نظریات بسیار مهمی هستش در فیزیک. اینشتین میگه در تکامل کمی علمی، کمی یعنی مقدار، رشد مقدار علم، این حقیقت به صورت خیلی روشن بارز گشته که هیچ رازی در جهان فیزیکی نیست که به راز دیگری در ورای خود منتهی نشود.
یعنی هر سر و رازی که در این جهان فیزیکی هست و انسان بهش میرسه، پشت سر خودش بی نهایت سوال برای انسان ایجاد میکنه. همه بزرگ راه‌های عقل و کور راه‌های علوم نظری و فرضیات و حدسیات سرانجام به فضای بی پایانی منتهی می‌شود که عقل بشر از ادراک اندازه آن قاصر است. این اعتراف یک نابغه هستش. تو واقعا یه جاهایی هستی که عقل بشر نمیتونه بفهمه، انقدر رمز راست تو این جهان هست که حالا کوتا بشر بخواد به اینها پی ببره. آلکسیس کارل در کتاب انسان موجود ناشناخته میگه براستی که نوع بشر کوشش فراوانی در راه شناختن خیش مبذول داشته، ولی با وجود آنکه مطالب بسیاری در این زمینه از طریق دانشمندان، فلاسفه و بزرگان و حتی شعرا به دستمان آمده، تازه ما توانستیم جهان معینی از جهان درونی خود را بشناسیم. ما انسان را سراپا درک نکرده ایم، بلکه او موجودی مرکب از اجزایی است که آنها را ابزار و وسائل ما مشخص ساختند. هر یک از اجزا را حاله‌هایی احاطه کرده که باز از میانشان حقایق ناشناخته‌ای نظر ما را به خود جلب می‌کند. حقیقت این است که مجهولات و نادانی بسیار است و سوالات فراوانی که برای اهل فن، یعنی آن کسانی که به مطالعه نوع بشر پرداختند، بی جواب مانده، چرا که حوزه‌های نامحدودی در دنیای درونی ما وجود دارد که هنوز تسخیر نگردیده است. بدیهی است تمام آنچه که دانشمندان در مطالعه انسان به دست آورده اند بسیار ناچیز بوده، به طوری که ما در خودشناسی غالبا مراحل ابتدایی را سیر میکنیم. اینم اعتراف این دانشمند. روسو چی میگه؟ ژاک‌شارل روسو: برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه بشر سعادت خودش رو تأمین بکنه، اینا من توضیح خارج بگم داخل پرانتز، بشر بخواد سعادت خودش رو تأمین کنه قوانینی باید داشته باشه در این زندگیش که هم جسد هم روح رو بتونه به نیازهای حقیقی خودش برسونه و شکوفا بکنه. رابطه بین جسم و روح رو بفهمه، این قوانین مبتنی بر روابط بین جسم و روح باشه، مبتنی بر روابط بین جسم و روح با طبیعت باشه. اینها باید بشناسه. وقتی یه قانونی میایم برای بشر می‌ریزیم که هنوز این بشر رو ما نشناختیم، نه جسمشو، نه روحشو، نه روابط بین جسم و روحشو، نه طبیعتی که این بشر در اون قرار داره و نه رابطه بین این بشر با طبیعت رو نشناختیم، کی میتونه بیاد قانون کامل بریزه که بشر خوشبخت بشه؟ وقتی ما میخوایم قانون و مقررات زندگی وضع بکنیم، باید یه طوری باشه که این قوانین مجموعاً منجر به سعادت بشر بشه. وقتی ما موجود اصلا نمیشناسیم، خود انسان نسبت بهش جهالت داریم، به ابعاد مختلف وجودیش جاهل هستیم، چگونه میتونیم به مقررات بریزیم که این مقررات در مجموع سعادت بشر رو تامین بکنه؟ میگه برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد، این همه مردم، یک عقل کل لازم است. عقل کل یعنی چی؟ بلکه همه این شناختا رو داشته باشه. بعد ادامه میدهد یک عقل کل لازم است که تمام شؤونات انسانی را ببیند ولی خود هیچ حس نکند، این احساس نداشته باشه، این تأثیر پذیر نباشه، خودش با طبیعت هیچ رابطه ای نداشته باشد ولی کاملا آن را بشناسد. سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر شود به سعادت ما کمک کند. یه همچی کسی لازم است که خودش هیچ احتیاجی به بشر نداشته باشه، خودش منافع شخصی نداشته باشه. این شؤونات رو بهتر مثل این که جمله اونطور که یادم هست سالهای پیش تو کتاب خوندم از روسو، جالا اشتباه تایپ کردن، شهوات هست، شهوات ما را ببیند ولی خود شهوت نداشته باشه که بتونه نیازهای ما رو ببینه و تأمین بکنه نیازهای ما رو. این هم اعتراف روسو. بعد
بعد یکی از دانشمندانی هستش که در علوم مختلف ایشون تبحر داشته، کتاب‌های زیادی، ده ها هزار جلد کتاب در زمینه‌های مختلف از این دانشمند به دست مردم رسیده، موریس مترلینگ. میگه من چقدر باید تکرار کنم که چیزی نمیدانم، چقدر باید بگویم که هیچ کس چیزی نمیدانم، زیرا اگر کسی چیزی میدانست تاکنون دانستنی ها را به همه گفته بود و همه از اسرار جهان مطلع میشدن. بنابراین آنچه ما درباره خلقت و اسرار جهان و پایان آن میگوییم چیزهایی است که به فکر خودمان میرسد و بعد طبق عقل خیش نظرهایی راجع به این مسائل ابراز میکنیم و بعد از یک روز آنچه که گفته بودیم در نظرمان بی ارزش و سست جلوه میکند. آنچه من در این خصوص گفتم چیزی نیست که به فکر و عقل من رسیده و ادعا نمیکنم که درست. یه نظری که ما داریم این مقداری که فهمیدیم گفتیم، ولی معلومه نیست چیزی که ما گفتیم درست در بیاد و ادعا نمیکنم که درست گفتم. اگر کسی در این جهان هست که میتواند ادعا کند درست میگوید، بیاید و بگوید تا ببینیم که آیا در ادعای خود صادق است یا نه. این هم نظر موریس مترلینگ. نکته خیلی زیبایی که بهش اشاره میکنه موریس مترلینگ این هستش که بشر نظریه میده چهار روزی هم پشیمون میشه. شما چقدر در همین رادیو تلویزیون و در روزنامه‌ها میخونید که مثلا دانشمندا گفتن فلان چیز برای فلان چیز ضرر داره، مثلا فلان چیز اگه کسی بخوره سرطان میگیره، بعد هر وقت میگن نه خیلی هم چیه مفیده، یا فلان چیز میگن خیلی مفیده بعد هر وقت میگن چی هستش سرطان زاست بیماری داره چه میاره چه میاره، اینها نظرشون عوض میشه. این همه تغییر نظر در فیزیک، در شیمی، در پزشکی، دوال بشر. دانشمند انگلیسی به نام آوی بری، این که از دانشمندان بزرگ انگلستان هستش، خیلی زیبا میگه. میگه معلومات چون قطر دایره است و مجهولات چون محیط. دایره در نظر بگیرید، قطرش هر چقدر باشه وقتی معلومات زیاد بشه، مجهولات که محیط هست میشه بیشتر میشه. که هر قدر قطر دایره را درازتر کنی، محیط آن چند برابر بزرگتر میشود. توضیح بدم اینجا رو تو پرانتز. شما مثلا نمیدونستید فلان بیماری مثلا ایدز وجود داره و میکشه، بعدم به وجود اومد و شناسایی کردین، یه علم بهتون اضافه شده، فهمیدید ایدزی هست، ولی وقتی میخواد اینو برای از بین بردنش صدها سوال ایجاد میشه برای شما. درسته علم شما نمیدونستید، یه چیزو نمیدونستید، ولی وقتی همون یه چیزو شناسایی کردید چقدر مشغولات اون اضافه میشه؟ خیلی اضافه میشه. این چی است؟ عواملش چی است؟ چند تا عامل داره؟ در اثر چه چیزایی به وجود میاد؟ چجوری میشه درمانش کرد؟ چجوری میشه جلوشو گرفت؟ چجوری میشه لاغر کنترل کرد که پیشرفت نکنه؟ و خیلی چیزهای دیگه. این سوال پیش میاد. این که ما نمیدونیم کمی نمیدونیم. یعنی وقتی میگیم نمیدونیم یعنی فلان مسئله نمیشناسیم. اما وقتی شناختیم نباید به خودمون مغرور شیم که بح یه چیزو فهمیدیم. چرا؟ چون وقتی اینو میفهمی پیرامونش ده ها سوال ایجاد میشه و تعداد سوالای شما بیشتر خواهد شد. بشر هیچ زمانی به اندازه امروز سوال نداشته. هیچ زمانی سوال ها همیشه به تعداد معلومات انسان زیاد میشن. به نسبت اینکه معلومات انسان بالاتر میره، علم بشر بیشتر میشه، سوال ها هم چیه؟ بیشتر میشه، مجهولات هم بیشتر میشه. هیچ وقت بشر به اندازه الان مجهول نداشته. توجه بکنید. پرانتز بسته. میگه ما با کمال تأسف ناچاریم که در عین غرور و خودپرستی زانو به زمین زده اعتراف کنیم که در این خصوص هیچ نمیدانیم و از سر وجود خبر نداریم. رموز حیات و مرگ و فلسفه خلقت و خیلی چیزهای دیگر معماهایی هست که شاید به این زودی‌ها کشف نشود. چرا دور برویم؟ ما هنوز خود را نمی‌شناسیم. نمی‌دانیم چی هستیم و با طبیعت چه روابطی داریم. از کجا آمدیم و عاقبت از دروازه قبر آن سیاه چال مخوفی که چون اژدها تمام مردم را به طرف خود می‌کشد کجا می‌رویم؟ اون طرف چه خبر است؟ چقدر اطلاعات داریم از اون طرف؟ بله ما هیچ نمی‌دانیم. و ناچاریم که روی
همه چیزها یک علامت سوال بگذاریم. اینم از دانشمند بعدی فلاماریون هست، میگه میبینیم، فکر میکنیم. اینجا دیگه خیلی زیبا عزیز بشر رویشون بیان میکنه. میبینیم، فکر میکنیم، ولی فکر چیست؟ کسی قدرت جواب دادن این سوال را ندارد. راه میدویم، این عمل عضلانی حقیقتش چیست؟ کسی نمیداند. میبینیم اراده من قوه غیر عادی است، درک تمام خواص روحی من غیر عادی است. هر وقتی که اراده کنم دستم را بلند کنم، میبینم که اراده ام، ماده ام یعنی جسمم را حرکت میدهد. حقیقت این حادثه چیست؟ واسطه ای که موجب صدور یک امر مادی و قوه حیات است. اصلا خود حیات چیه؟ مجهول ترین سوال بشر. حیات در زندگی یعنی چی؟ کسی پیدا نمی‌شود که جواب این سوالات را هم بدهد. به من بگویید چگونه اعصاب بصری یعنی چشم صور خارجی را به فکر انتقال می‌دهد. به من بگویید حقیقت این فکر چیست، چگونه ادراک خواهد شد و محل آن کجاست. این هم از سوالای ایشون. لارش می‌گوید آنها را که فعلا می‌دانیم در مقابل آنهایی که باید بدانیم بسیار ناچیز است. بعضی این جمله ها را بعضی ها این جمله را بدون اعتقاد میگویند، ولی ما با تمام اعتقاد میگوییم. در میان دانشمندان اسلامی ما بزرگانی داشتیم که تقریبا در تمام رشته‌های زمان خودشون تبحر داشتن، در ریاضیات، در منطق، در فلسفه، در طب، پزشکی، در طبیعت شناسی، در هیئت، در نجوم، مثل بوالسینا. بوالسینا شعر داره خیلی جالب است، اواخر عمرش میگه، میگه نموت و ولی سلنا حاصلو سوا علمنا انه ما علم. ما مردیم و میمیریم و چیزی به دست نیاوردیم، چیزی نفهمیدیم، مگر اینکه فهمیدیم که چیزی نمیدانیم. یه شعرم هستش در فارسی، نمیدونم دوستان اون قدیما در کتابهای فارسی ما بود، نمیدونم حالا در کتاب شما هست یا نه. تا به دانجا رسید دانش من که بدانم، همین که نادانم. من فقط اینو فهمیدم که خیلی نمیدونم. اینو این خیلی مهمه برسه به اینجا که نفهمه، خیلی مهمه. بو علی که کتاباش هنوز در اروپا تدریس میشه و هنوز کتاب روز هست، اینو میگه بو علی هزار سال پیش. که شما الان وقتی میخواید وارد کتابش بشید، قسمتش طبیعیات هست، کتاب شفا رو شما ناکنید، که قسمتش الهیات هست، قسمتش منطق هست، در مورد کهکشان ها، آسمان، زمین، نمیدونم حیوانات اینا. یه قسمت شفا داره، قانون داره در طب، پزشکی بسیار پیشرفته. ولی خب میگه هیچی نفهمیدید. این اعترافی هستش که این دانشمند میخونه. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی چیزی به شما علم نداده، جز اندکی. این وضعیت دانش بشر هستش، اینکه نسبت به این پنج چیزی که من عرض کردم برای تأمین سعادتش باید اطلاعات داشته باشه، حقیقتا اطلاعات رو نداره بشر. چی از تو این دنیا ادعا کنه؟ من میدونم، همه چی میدونم و میتونم برای بشر تعیین تکلیف کنم. سواد من به اینجا رسید. چی هستش؟ الان علم اینقدر پیشرفت کرده که تو توسعه پیدا کنه که یه نفر از اول تا آخر عمرش وقتی سرمایه گذاری میکنه نمیتونه تا علم اون رشته تخصصی خودش رو بره. قدیما یکی بود مثل بو علی، مثلا تو رشته های مختلف تبخور داشت، مثل افلاطون، ارسطو، سقراط. اینا رو میگن چی؟ اینا رو میگن معلم بهشون میگفتن. معلم به کسی میگن که تمام رشته های علوم زمان خودش رو بلده. به سقراط میگن معلم اول، به ارسطو میگن معلم ثانی، به افلاطون، به فارابی میگه معلم سوم، معلم ثالث. رشته‌های مختلف علومی است. الان کسی واقعا حقیقتا معلم نمیتونه باشه به اون معنای حقیقی. یا علامه، علامه کسی میگفتن که بلد باشه رشته‌های مختلف علوم باشه. الان علامه واقعا به چی میشه گفت علامه؟ الان شما یه طرف پزشکی خونده تا 5 دیگه داره میمیره، هنوز بسیاری از مشغولات براش هست، بیشتر از اون نمیتونه بخونه. خدا چه کرده که میلیون ها انسان در حال مطالعه و تحقیقن
و هنوز به قصه بیشتر راه پیدا نکردن. چه خلق شده که میلیون ها انسان در طول هزاران سال دارن تجارب و علوم خودشون رو هی به هم پیوند میدن ولی هنوز جز به قصه دست پیدا نکردن. چه عظمتی است این خلقت، چه عظمتی است بدن، چه عظمتی است طبیعت، روح چه عظمتی هستش که بشر هنوز در مورد همشون جاهل هستش و نمیتونه هیچ گردن فرازی بکنه و دینه بده جلو بگه من فهمیدم و میتونم. همه بشر همشون سرشون پایین افتاده، هر چقدر بیشتر میخونن متواضع تر میشن و سرشون رو بیشتر پایین میندازن، متحیر تر میشن هر چقدر که بیشتر میفهمن. یه جمله از آیت الله حسنزاده آملی بخورم براتون، این در کتاب معرفت نفس هستش. آیا حسنزاده که شما میدونید یه شخصیت کم نظیر، اگر نگیم بی نظیر هستش، که در رشته‌های مختلف علوم تبحر داره، طب بلده، فلسفه، شعر، منطق، عرفان، فقه، عرض کنم خدمتون زبان‌های مختلف خارجی رو مسلط هست، عرض کنم خدمتون که ریاضیات، هیئت، نجوم، جبر، مثلثات، اینا در حد عالی بلده ها ایشون. اساتید دانشگاه میان خدمت ایشون درس میگیرن، درس‌های تخصصی و فنی خیلی زیاد داره. انسان واقعا اگر نگیم کم بی‌نظیری، آدم کم نظیری هستش. ایشون در معرفت نفس اینجوری میگه، میگه من کیستم، من کجا بودم، من کجا هستم و به کجا میروم. آیا کسی هست بگوید من کیستم؟ آیا همیشه در اینجا بودم که نبودم؟ آیا همیشه در اینجا هستم که نیستم؟ آیا به اختیار خود آمده ام که نیامده ام؟ آیا به اختیار خود میروم که نمیروم؟ کیست این گره را بگشاید؟ چرا گاهی شاد و گاهی ناشادم؟ شادی و اندوه چیست؟ این دو تا سوال خیلی مهم، شادی چی است؟ اندوه چیه؟ میبینم، میشنوم، میبویم، میپویم، اینها چیست؟ چرا این حالات به من دست میدهد؟ کیست این معما را حل کند؟ اکنون که دارم می نویسم به فکر فرو رفتم که من کیستم؟ این کیست که اینجا نشسته و می نویسد؟ نطفه بود و رشد کرد و بدین صورت در آمد. اصلا خود نطفه آقا خیلی عجیبه خواب، بعد آن فکر بکنی این نطفه چی هستش که یه دفعه بعد از مدتی به صورت یه انسان کامل در میاد؟ چه جریانی است؟ خود دانشمندای امروز هم گفتن ما نمیفهمیم این مکانیزم چی هست که چطور بشه این به این صورت تبدیل بشه. یه دانه رو شما بکاری بعضی مدت بشه درخت، مگه از غیر از این دانه چیز دیگری هست بوده که حالا یه درخت شده؟ و این میوه ها با انواع رنگ ها، با انواع بوها، با انواع مزه ها، با حیرت انگیزترین شکل ها از این درخت ها ایجاد میشه. ده ها و صد ها نوع گل با رنگ های مختلف و بوهای مختلف. چی بگه بشر؟ نه دست بشره. بشر از کجا بینو میتونی را بشناسی؟ این از کجا آمده اصلا؟ نطفه بود و روش کرد و به دیر صورت در آمد. آن نطفه از کجا بود؟ این نقشه از چیست؟ چگونه بر آبی به نام نطفه این چنین صورت گری کرد؟ آن هم صورت و نقشه که اگر بنا و ساختمان آن و قرفه هایش و دستگاه گوارش و بنا و ساختمان آن مذارت میخوام و قرفه هایش و دستگاه گوارش و طرح و نقشه و پیاده شدن آن و شؤون گوناگون آن شرح داده شود هزاران هزار و یک شب می شود، ولی آن افسانه است و این حقیقت. فانگهی تنها من نیستم، جز من این همه صورت‌های شگرف و نقش‌های بلعجب از جانداران دریایی و صحرایی و رستنی‌های زمین و آسمان و ماه و خورشید و ستارگان و نظم و ترتیب حکم فرمای در جهان وجود و وحدت و چهره زیبا قد و قامت دلربای هستی نیست هست. میلیارد آقا شوخی نیست، دقت بکنید، میلیارد سال نوری یعنی چی توی فضای ما؟ یعنی با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه بری 200 میلیارد سال نوری، 200 میلیارد سال دیگه میرسی به این ستاره هایی که بشر دیده شد. این عظمت چیه؟ بشر چجوری میتونی رو بشناسی؟ در همین کهکشان راهشیری خودشون دو ماه پیش اعلام کردن که یه خورشید پیدا کردن تو همین کهکشان راهشیری که 10 میلیون برابر خورشیده.
و 25 میلیون سال نوری با ما فاصله داره. یعنی نوری که الان ما ازش داریم میبینیم مال 25 میلیون سال پیشش. این توی همین کهکشان راه شیری است که شبهای تابستون رو آسمون ناکوی معلومه، همون کهکشانی که منظومه شمسی ما توش هست. حالا این کهکشان راه شیری 100 میلیارد از این ستاره ها خورشیدا داره. می‌دونی چی؟ فاصله رو دقت کنید، 100 میلیارد از اینا داره یک کهکشان فقط. و ما از این کهکشان تا حالا چند تا بشر تونسته برآورد کنه؟ 1 میلیارد از این کهکشان تازه بشر شناسایی کرده. تازه همه اینها رو خودشون میگن که بعد از این فضا فضاهایی هستش که دیگه در ستاره نیست. همونطور که قرآن کریم هم فرموده که ما فقط آسمان اول رو در ستاره قرار دادیم، آسمان‌های بعدی ستاره نداره. این قرآن می‌فرماید و زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب. هنوز بشر دستگاه تلسکوپش تونسته 200 میلیارد سال نوری رو عکس بگیره، ولی حالا کوتا بتونه ته ستاره ها برسه، به اونجایی که دیگه بعدش فضای خالی، فضایی هست که در ستاره نیست، یعنی انتهای آسمان اول، کو حالا تا بشر بتونه انتهای آسمان اول رو ببینه. این عظمت خلقت. آسمان دوم چی هست؟ آسمان سوم چی هست؟ آسمان چهارم چی هست؟ آسمان پنجم و ششم و هفتم چی هست؟ بشر چی میفهمه واقعا؟ زیر زمین بسیاری سالهای سال، حالا قرنها باید بیاد بگذره تا بشر بتونه به فقط همین زمین کوچه‌ای که درش قرار داره طی ببره. بدن خودش مجهول، طبیعت مجهول، آسمان مجهول. واقعا انسان در حیرته. اونم وقتی هم میاد تو خود طبیعت، مگه شوخی هست؟ شما یه جریان یه رشد یه گل رو نگاه بکنید. این 1 میلیون حشره رو یعنی چه 1 میلیون حشره؟ این شوخی نیست. هزاران هزار و میلیون ها نوع گل و گیاه و جانوره در دریا که دیگه عجایب بیشتر هست و اطلاعات بشر بسیار کم است. در دعای جوشن کبیر در همین شبهای ماه مبارک رمضان میخونیم یا من فی البحر عجایبو، ای کسی که عجایب خودت رو در دریا قرار دادی. یعنی شما هر چی روی این زمین ببینی و تعجب بکنید هزاران هزار برابر موجودات تعجب انگیزتر کجا هستن؟ تو دریا هستن. و بشر هنوز میمونه چه بکنه؟ حق داره انسان گیج بشه اینطوری که سوال بکنه از خودش که خب بالاخره چی؟ من کیم؟ چیم؟ فکرم چیه؟ دیدنم چیه؟ شنیدنم چیه؟ خندم چیه؟ اندوه هم چیه؟ اصلا من کی هستم؟ این نطفه چی بود؟ چی شد؟ برای چی اینجوری شد؟ ما چیکار باید بکنیم؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ از ما چی میخوان؟ جز من این همه صورت‌های شگر و نقش‌های بلعجب از جاندانان دریایی و صحرایی و رستنی‌های زمین و آسمان و ماه، خورشید، ستارگان، نظم و ترتیب حکم فرمای در کشور وجود و وحدت و چهره زیبا قد و قامت دلربای هستی نیز هست که در حدی که از آنها چه باید گفت و چه پرسش‌های پیش از پیش که در یک یک آنها پیش می‌آید و در مجموع آنها عنوان می‌توان کرد، حیرت اندر حیرت. سلامتن. بدبختی ما می‌دونی چی است؟ این است که ما به این طبیعتی که داریم زندگی می‌کنیم روش درش داریم زندگی می‌کنیم به چشم عادی فقط نگاه می‌کنیم. یه مقدار از این عادی نگاه کردن در می‌آییم. یه مقداری. بعد واقعا فکر بکنید ببین که آخه از کجا آمده، کی این کار کرده؟ بشر نادان شما نگاه بکنید، یه نقاشش میشه نقاشی میکنه، بعد اعلام میکنه که من میخوام نمایشگاه نقاشی بزنم، گالری فلان نقاش، ملت هم میرم چه پولی میدن و جمع میشن اونجا برن نقاشی نخوام. مثلا چی میخوام ببینم اونجا؟ میرم مثلا یه برگ مو کشیده در همه همینجور با میشه نگاه میکنم این چقدر قشنگه ها، برگ مو کشیده، این چهره رو عجب قشنگ کشیده، چه گلی، چه خاری، ببین چه صحرایی کشیده، ببین مثلا گربه هر چیزی کشیده، موش هر چیزی کشیده. خب تو چرا
عقلت کجا رفته؟ تو چرا نسخه اصلی که این نقاش کشیده و تو رو به تعجب واداشته، تو چرا رو نسخه اصل فکر نمی‌کنی هیچ وقت؟ که چه قدرت اینو ساخته؟ از کجا آمدن اینا؟ میلیارد ها موجود، همه نقشه های حساب شده و دقیق، همه زیبا، همه محکم، همه با هم مرتبط زندگی ها، این از کجا آمده؟ و واقعا من خودم کی هستم؟ این بدنم چیه؟ روحم چیه؟ چه رسالتی در این جهان دارم من؟ چه وظیفه‌ای دارم؟ برای چی متولد شدم؟ اصلا آمدم برای چی به این دنیا؟ یه مقدار از این عادت دست برداریم فکر کنیم سر و کم من آیت یم فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها مورزون. قرآن میفرماید چقدر آیات ما برای شما گذاشتیم در آسمان و زمین و رد میشن اینها ازش و اعراض میکنن، توجه نمیکنن. یه بار قیامت این سوالا رو از انسان میکنن، یه بار خودمون خودمون سوال کنیم. نمیگن که خب بابا تو که خونه اومدی بیرون صبح درخت مگه ندیدی؟ آسمان بالا سرت مگه ندیدی؟ شفا این همه ستاره، ما، خورشید، دریا، خودت، بدنت، چشمت، ابروت، بینیت، گوشت، قلبت، هیچ فکر نکردی که آخه تو این دنیا چی کاره ای؟ و برای چی خلق شدی؟ چه وظیفه‌ای به عهده داری؟ اصلا فکر نکردی تو این همه آیه؟ بعد وقتی گفتم اصلا فرانسیس نقاشی است، واسه اینو نگاه کن تابلوی که چقدر قشنگ کشیده. اصلش رو، نسخه های اصلی که ما برای شما به عنوان آیه گذاشتیم، آیات الهی رو، نشانه های الهی رو، تو چجوری ازشون رد شدی؟ اینقدر کر، اینقدر کور، اینقدر انسان جاهل، بیل رد چه بره از اینها و توجه نکنه و فکر نکنه که اینها یه مرتبه. من خواهشم این استش که شما به آسمان درست نگاه بکنید و ببینید که چه پیامی برای شما داره. قرآن وقتی میفرماید پیام رو میفرماید که این در مورد مطالعه آسمان میگه صاحبان خرد وقتی شبها میان آسمان رو نگاه میکنن یندارون نگاه میکنن به این آسمان و زمین، بعد فکر میکنن، بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خدای تو اینها رو باطل خلق نکرد، منزهی تو، ما رو از جهنم حفظ کن. چطور مطالعه در آسمان ها انسان رو به قیامت میکشونه و بعد بهشت و جهنم رو به تصویر میکشونه جلوش و انسان میبینه بهشت رو و میفهمه جهنم رو و بعد به خدا پناه میبره. چرا اونها میتونن یه همچین فکر رایی کنن؟ صاحبان خرد در قرآن میگن شبا که میان عبادت کنن نگاه که میکنن با آسمان. داری امام صادق علیه السلام یه موقع های میومده انقدر غرق تماشای آسمان میشده که یه دفعه به خودش میبینه اذان صبح شد. ما چرا باید اینقدر کور باشیم و جاهل بیایم رد شیم از کنار آیات الهی و فکر نکنیم که برای چی آفریده شده اینها و برای کی آفریده شده؟ و عجیب‌تر این است که قرآن میگه ما همه اینا برای تو آفریدیم، ولی ما برای چی آخه؟ ما میخوام چیکار بکنیم؟ ما کی هستیم و قراره چیکار بکنیم؟ ما قراره از اینا استفاده کنیم، بخوریم، بخوابیم، تولید مثل کنیم، بعدم پیرشیم و بمیریم؟ برای این بوده فقط؟ خیلی مهم است به اینها فکر کنیم. خود آقای حسنزاده یه شعری اضافه کرده این بعد از اینو گفته، شعری گفته، شعر خیلی زیبایی هستش. میفهمد من چرا بی خبر از خیشتنم، من کیم تا که بگویم که منم. از اصلا میگیم من، این من یعنی کی؟ من به دینجا ز چه رو آمده ام، کیست تا کو بنماید وطنم. آخر الامر کجا خواهم شد، چیست مرگ من و قبر و کفنم. باز از خیشتنم در عجبم، چیست این الفت جانم به تنم. گاه بینم که در این دار وجود با همه همدمم و همسخنم. گاه انسانم و گه حیوانم، گاه افرشته و گاه اهرمنم. گاه افسرده چو بوتیمارم، گاه چون توتی شکر شکنم. گاه چون با قلم اندر گنگی، گاه صحبان فصیح زمنم. گاه صد بار فروتر ز خزف، گاه پیرایه در عدنم. گاه در چینم و در ماچینم، گاه در ملک خطا و ختنم. گاه بنشسته سر کوه بلند، گاه در دامن دشت و چمنم، دشت و دمنم.
گاه چون جغدک ویران نشین، گاه چون بلبل مست چمنم، گاه در نکبت خود غوطه برم، گاه بینم حسن اندر حسنم. خب ادامه بحث در مورد اینکه انسان وضعیت معلوماتش به کجا میرسه و محدودیت هایی که داره و چرا این محدودیت ها رو داره بمونه انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.